دولت کره شمالی با قوانین عجیب غریبی که وضع کرده کشور را رسما به زندان روباز تبدیل کرده ساخت شهرهای خالی از سکنه برای ایجاد ترس مجازات نسلی افراد ساخت هتل‌های نمادین حرمسرای 2000 نفری و کلی حقایق جالب دیگه که در ادامه بهتون میگم لطفا قبل از دیدن ویدیو برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید مرسی که حمایت میکنید ساخت یک شهر قلابی ترسناک در کره شمالی یکی از عجایب کره شمالی روستای مرزی کیوجونگدونگ این روستا بخش های مختلفی مثل پیستای ورزشی خانه اداره مدرسه برج رادیویی بزرگ مزارع گندم و حتی بیمارستان داره ولی تنها چیزی که این شهر نداره انسان و شهروند این شهر فقط برای ترسوندن کشور کره جنوبی ساخته شده و تا سال 2014 کره شمالی از این مکان برای تهدید کره جنوبی استفاده می کرده. بعد از اینا هر دو کره با هم توافق کردند که از تبلیغات و تهدید به این شکل دست بردارند. استخدام هوادار قلابی برای تشویق تیم های کره شمالی. این کشور طرفداران زیادی برای تشویق تیم های ورزشی خودش داره. اونا از چینی ها برای این کار استفاده می کنن. یکی از مسئولان برگزاری مسابقات در برزیل گفته که به ما گفته شده که طرفداران کره شمالی از اهالی این کشور نیستند. اونا چینیهایی هستند که برای تشویق کره شمالی پول می گیرن و به اینجا میان قانون مجازات نسلی، در کره شمالی اگه کسی جرم مرتکب بشه مثلا کسی دزدی کنه دولت کره شمالی علاوه بر اون شخص افراد خانوادش هم دستگیر میکنه و همینطور این دستگیری ها تا سه نسل ادامه داره و سه نسل بعدم باید تاوان پس بدن اگر به دلیل جرمای سیاسی و مخالفت با دولت هم دستگیر بشن که دیگه فاتحشون خونده است دولت کره شمالی قانون مجازات نسلی را وضع کرده تا از شورش ها و مخالفت های احتمالی مردم بر علیه دولتش جلوگیری کنه. ساخت هتل های قلابی و به ظاهر لوکس در کره شمالی رهبر کره شمالی فقط به دنبال ظاهرسازی و برای عادی نشون دادن این کشور دست به هر کاری از جمله ساخت هتل های ماکتی هم میزنه. هتل رویانگ که به شکل یک موشک بزرگ طراحی شده 105 طبقه داره و یکی از 100 آسمان خراش بزرگ در جهان به حساب میاد. این هتل 7000 اتاق و 5 رستوران داره اما هیچ مهمان و مسافری برای اقامت در اون نیست چون که به دلیل مشکلات اقتصادی این هتل هرگز کامل نشده و همونطوری ناقص مونده و مانند یک ماکت زیبا دهه هاست که به این شکل باقی مونده نبود اینترنت و عدم ارتباط با خارج از کشور در کره شمالی در کره شمالی اینترنت وجود نداره و اگه ثابت بشه کسی به سمت این چیزا رفته به اردوگاه های کار فرستاده میشه در کره شمالی همچنین مردم حق تماس گرفتن با خارج از کشور و تماس های بین المللی رو ندارن و همچین چیزای جرم محسوب میشه اگر کسی تماس بین المللی بگیره و ثابت بشه به زندان میبرنش احتمالا این کار رو میکنن که مردم از کشورهای دیگه با خبر نباشن تا شورشی ایجاد نشه چون اوضاع کره شمالی خودش زیاد خوب نیست. حرم سرای 2000 نفری رهبر کره شمالی در کره شمالی گروههایی وجود دارند که به مدارس دخترونه میرن و دخترهایی که قد بلندتر و زیبایی بیشتری دارن رو انتخاب میکنن و میبرن نشون برای گروه لذت و رقص. اون دخترهای بدبخت باید از همونجا دیگه با درس و خانواده خدافزی کنند. دخترهای درجه یک مسئول لذت دادن و رسیدگی به خود رهبر کره شمالی یعنی کیم جونگ اون هستند و دخترهای درجه دو سه هم مسئول لذت دادن و رسیدگی به اعضای کابینه دولت و سران ارتش و اینا هستند دولت کره شمالی هم به اعضای کاری که این دخترها برای دولت مدارانش میکنه بهشون پول و خونه های زیبا میده اما این دخترها اکثرا از این کاری که میکنن راضی نیستن و مجبورشون میکنن که این کارو انجام بدن ممنوعیت داشتن ماشین برای مردم عادی در کره شمالی در کره شمالی مردم عادی نباید ماشین داشته باشند و فقط اعضای کابینه دولت و کسایی که دولت اجازه میده میتونن ماشین داشته باشند. حتی خرید دوچرخه برای اونا به صرف نیست و فایده ای نداره چون باید پلاک همون دوچرخه رو هم مثل ماشین ثبت کنن که پول زیادی ازشون میگیرن احتمالا دولت برای اینکه مردم با ماشین از مرزهای کشورش فرار نکنند این سیاست رو طراحی کرده خدمت سربازی خدمت سربازی در کره شمالی برای همه مردا و زنا اجباریه و طبق شواهد و وضعیت کشور کره شمالی احتمالا خدمت سربازی اونجا خیلی سخته اما تایم خدمت کردن مردم اونجوری که فکر میکنید نیست خدمت سربازی در کره شمالی برای مردان ده سال و برای زنان هفت ساله ویدیو به پایان رسید لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید ازتون سپاس گذارم